دیکتاتور بودیم کنار هم جمع شدیم الان. من دیکتاتور، حسین توی دیکتاتور، پیشرو هم دیکتاتور، رحمتی هم دیکتاتور. مگه میشه همچین چیزی؟ من نمیفهمم. یه کسی که داشت 20 بار یارو چیز کردیم، 20 بار یارو رو دعوت به همکاری کردیم، خب یارو بلد نی کار کنه، به جای اینکه بشینه شعر بنویسه همش دنبال این هیئت، اون نمیدونم اکران فیلم، اینجا مشروب بخورم، این کسبازی، اون نمایشگاه ماشین، این دور دور، شعرشو نمی نویسه، وارد کار نمیشه، بعدم نمیاد بگه آقا من تنبلی کردم، من ننوشتم، که میاد بیادبی میکنه که همون مفری رو ببره بدون شعر نوشتن. این کار زشتیه داداش، این کار زشتیه. شعرتو بلد نیستی بنویسی، بعد میای صحبتهای خودتو نقض میکنی. یه بار میگه امیر تتلو نمیدونم اله بله جیمبله بهترین طرفدار رو داره، عالیه، من اصلا خایه ندارم باش بخونم، بعد که میبینی نه ورق برگشته و اینا، یهو میخوای خودتو یه جور دیگه بیاری جلو، نه آقا نمیدونم این رفته رو ناو، نمیدونم آی نمیدونم این رو فلانه، والا ما رفتیم رو ناو. هر کدوم شما که میرید تو هیئت نیتا برای خواه مالی، باز ما رفتیم رو ناو برای خواه مالی. میتونی برو به جای اینکه بری زیر چادر بشینی گریه کنی برای خواه مالی، خواهشو داشته باش، برو رو ناو برای خواه مالی ببینم رات میدن. واقعا از کوچیک و بزرگتون خجالت آورید. یعنی الان من نوشتم نسل چهار، ولی این صحبت های الان به بعدم مال نسل یکه. 40 دفعه تو 40 تا لایف ما احترام گذاشتیم، دعوت به همکاری کردیم، هیچی تو چند تاش نداره، جواب نمیده، بعد میایم میگیم آقا جواب نمیدی بیادبیه. من وقت ندارم جواب بدم. کسکش تو گوز کدوم چونی وقت نداری جواب بدی؟ من داشت زیر سوزم، تمام بدنم زخمه، 20 روز دیگه بزرگترین کنسرت تاریخ ایرانو دارم که کل خاندانتون با هم جمع میشید اندازه کیل من جمع میکنید. فقط یه آلبوم اتحاد بستم، یه آلبوم تنها بستم، بعد من وقت دارم، توی گوزه چون وقت نداری؟ من کیرم تو اون وقتت؟ این زشته، اینا همش بی احترامیه دیگه. هزار مدل بی احترامی به آدم میکنید، بعد که هزار مدل بی احترامی با آدم کردی، آدم یا میگه کیر تو کست خوار مادرتون، بعد میگید این بی ادبه. این که نشد که دوستان من، هزار دفعه ما شما رو احترام گذاشتیم، دعوت به همکاری کردیم، اومدیم گفتیم آقا اصلا تو یاد دادی قافیه بازیو به من، باشه داداش تو اصلا گنده ای، بیا باز یارو نیومده تو بازی، خایه نکرده با من شعر بنویسه بیاد تو ورسشو بذاره تو ورس من، بعد برمیگردید من قافیه بازی یادت دارم. آقا چونی کیران تو اون قافیه ها و شعر تو، همه کس تو گروهت؟ آقا من تنهایی به اندازه 6 نفر شما می نویسم. باز الان داره رضا پیشرو میگه همه چیو جمع می بندی. ما ایرانی ها باید همه چیو یه بلا نسبت بگیم قبلش. بلا نسبت سهراب، عمو سهراب، بلا نسبت تو دارم میگم. شما همیشه احترام گذاشتی داداش، همیشه شعر بلد بودی بنویسی، شعر بلد بودی بنویسی، همیشه پای کار بودی داداش. منم همیشه کلم جلوت پایینه، احترامم میذارم بهت داداش، تاج سر مایی، کوچکترین بیادبی هم نه بهت میکنم نه به هیچ کسی. الان جمع میبندم اونا رو، فکر نکنید باز من با سهرابم، نه من تا حالا باز از سهراب بیادبی ندیدم و دوستم ندارم بیادبی کنم. واسه چی باید از کسی که بیادبی ندیدم به بیادبی کنم؟ شما مطمئن باشید کسی که بیادبه من بهش بیادبی میکنم. یا برمیگردن مثلا میگن آقا تو چرا یه روز میگی عاشق یاروی، فردا میگی نمیدونم فوش میدی بهش. خب یه روز من میگم آقا من دلم تنگ شده داداش، من دلم تنگ شده برات، من دوستت دارم، باز یارون بیادبی میکنه، میگه برو کیرم تو کست خوار مادرت، برو با همون جنده های دورت. خب این کستکشو نباید الان برینم بهش؟ من اینجا دو قطبیم،
که به یارو بی احترام میذارم، دعوت میکنم به همکاری، یارو بی ادبی میکنه، من دو قطبیم؟ یارو میگم دلم تنگ شده، خانومم فلانم بیسارمی، یهو میگه برو با همون جنده‌های دورت، یهو میگه آی نمیدونم شما باید نمیدونم فلانید بیسارید، اون وقت من بی ادبیم؟ من دارم بی ادبی میکنم؟ واقعا یه کمی به خودتون بیاین دیگه. آدم نمیشه که همش آدمو به اوج با بی احترامی بی احترامی بی احترامی بی احترامی آدمو به اوج بی احترامی میرسونید، بعد دو تا فوش بهتون میدیم، میگید این بی ادبه، این دو قطبیه، این تا دیروز داشت از این خوب میگفت الان داره فوش میده. خب تا دیروز کسکش من همه جور بهت احترام گذاشتم، کیرم تو دهن کچل، کیرم تو کله کچلت، قیافه کیرید، همه جور احترام بهت گذاشتم، چونگو شاد من برگشتم گفتم تو استاد منی فلان من، با اینکه من توی چونی رو تا حالا یه بارم از نزدیک ندیدم، ای بردمت بالا 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 مست میکنی بی ادبی میکنی، باید درارم کیرم رو بکنم تو اون صورت کیریت، بفهمین اینو. خدافظ شما.